پس از تصفیه ولسوالی های تگاب و تشکان، این بار نیروهای امنیتی در بدخشان چشم بالای دهکده های ناامن ولسوالی ارگو دوختند. در تازه ترین عملیات که شب گذشته بالای دهکده های اسپنگل ولسوالی ارگو انجام شده است، توانستند که از میان 42 حراس افغانان خارجی و داخلی 17 تنی آنان را به کام مرگ بکشانند و تعداد زیادی را زخمی و اسیر گرفتند. فرمانده پلیس بدخشان میگوید که روستاهای اسپنگل نظر به موقعیت استراتژیکش باید پیش از دیگر ولسوالی ها تصفیه شود. 23 نفر 23 نفر دشمن دومده کشته شده، دقیقا همون عرصه جنگیشان یا رهبریشان که در اونجا کسی به نام مشهور و القاعده بود کشته شده، یک دو تا طبیعی تاجیکستان در اونجا بودن که ارزش کشته شدن، یکشم غیور نام داره به نام محمد تخلص داشت. ای کشته شده، 23 نفر در اونجا کشته شده، دو نفرم ما چی داریم؟ اسیر داریم. از سوی هم فیصل بیگزاد والی بدخشان میگوید که همزمان با این شب گذشته مخالفان مسلح بالای ولسوالی بهارک و جرم حمله کردند که 6 تن از مخالفان کشته و 7 تن دیگرشان نیز زخم برداشتند. عملیات های مصروف کننده را انجام دادن که خوشبختانه در منطقه سوچ عملیشان به عقب زده شد. 7 نفر از اینا کشته شده و تعداد زیادی هم از اینا زخمی شده و اونجا شکست خوردن. و همچنان شب گذشته در ناحیه یردار اونجا حمله کردن، به مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدن و اونجا هم شکست خوردن. در همین حال اعضای شورای ولایتی بدخشان هرچند از دست آورد نیروهای دولتی استقبال میکنند، اما میگویند که اگر حکومت محلی بدخشان در فصل سرما یمگان وردوج را تصفیه نکنند، در بهار سال آینده تصفیه آن کارش دشوار. امیدواریم به این است که ملخیر در یک پلان برنامه از قبل سنجیده شده خوب که امروز در 3 تا ولسوالی نتیجه خوب داد، بقیه ولسوالی هم که در بدخشان وجود داره با یک ابتکار خوب و به موقع انشاءالله که اونجا تصفیه شد. مقامات محلی در بدخشان میگویند که اکنون آستین برزدند، پس از تصفیه این قریجات عملیات تصفیهوی را بالای ولسوالی یمگان و وردوج انجام خواهند داد. به گفته آنان بدخشانیان تا بهار سال آینده از دست حراس افغانان خلاص خواهند شد.